هفته گذشته حکومت تاجیکستان امام خطیبان و آیله آنها را مجبور نمودند که با تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحدوف به نمایش سپکتکل گمراهان بروند. سپکتکل گمراهان در خصوص جوانانی نقل می شود که به سوریه می روند. در این خصوص سنه 20 اکتبر کاتبی مطبوعاتی کمیته آید به کارهای دینی نزد حکومت تاجیکستان افشین مقیم در سامانه فیسبوکی خود نشر نموده است. در سپکتکل مذکور مادری یکی از جوانان مجاهد به سوریه رفتن پسرش را می فهمد. او را همچون خائنی وطن لعنت می خواند و می گوید به تو هیچگاه شیری داده ام را نمی بخشم. در نوبت خود امام خطیبی حکومتی شهر دوشنبه عبدالحق آبیدوف اظهار نمود. با صنعت بلند نشان داده شد که تحت تاثیر قرار گرفته. می خواهیم که این نمایش به همه قشرهای جامعه نشان داده شود تا اینکه همگان فهمند که یک سببی گمراه شدن بعضی از جوانان ما هست. به همین خاطر طریق همین نمایش ها شما می توانیم که به مردم این پدیده را خوب فهمانیم که تا اینکه هر کس به ترغیب تشویق آنها داده نشود و پیروی از همون راه و رویش مذهب و مذهب امام اعظم رحمت الله علیه کنند. و هر یادرست میکنیم که کمی پیش امام خطیبانی بعضی مسجدهای تاجیکستان را مجبور نموده بودند که چیپته های کنسرت را به مردم کشور بفروشند و به عقیده مشاهدان حالت مذکور نیز یک بار دیگر به فشاراری از طرف حکومت نسبت خادمان دینی دلالت میکند. بنابراین بیانات ها و وعظ های سیاسی آنها را نباید قبول کرد، زیرا آنها شخص های بدون اختیار خود بوده به رژیم کنونی پوره تابع می باشند که گفته ها و کردارهای خود را موافق احکام های شریعت به اجرا نمی رسانند. که همگی چه روزگه باقی مدگی هستی الحمدو که در یک فضای صلح و امنیت زندگی داریم. تمام احزاب سیاسی امروز